دوستان و همراهان فارسی مدیا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این شلوغی های ویروس کرونا و بحبوحه این ویروس، یک ویروس دیگه به شدت داره سر و صدا میکنه به اسم هانتا ویروس. میریم با هم دیگه یکم بیشتر با این ویروس آشنا شیم. کشف بیماری جدید در چین. طبق گزارش ها مردی در چین به خاطر آلودگی به هانتا ویروس جان باخته است. این مرد که از استان یوننان در جنوب غربی چین با اتوبوس به سمت شانگدون در شرق این کشور می‌رفته، در میان راه به خاطر وخامت حالش جان خود را از دست داده است. حالا 32 همسفر این مرد که سوار این اتوبوس بودند تحت آزمایش قرار گرفتند تا آلودگی احتمالیشان به آن مشخص شود. طبق گزارش نشریه چینی گلوبال تایمز، این بیماری به ندرت از انسان به انسان منتقل می شود و نتایج آزمایش این 39 نفر نیز هنوز مشخص نشده است. هانتا ویروس چیست؟ متشکرم که همراه فارسی مدیا در یوتیوب هستید. بر اساس اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا، اعضای خانوادگی پاتوژن‌های هانتا ویروس عموماً از طریق جوندگان شیوع پیدا می‌کنند و آلودگی از طریق هر کدام از انواع هانتا ویروس می‌تواند بیماری خاصی را در افراد به وجود بیاورد. هر کدام از انواع هانتا ویروس هم در بدن گونه خاصی از جوندگان میزبانی می شود. این ویروس زمانی که ذرات آن از ادرار، مدفوع و بزاق جونده در هوا پراکنده می شود، از طریق هوایی منتقل می گردد. در برخی موارد نادر، اگر انسان توسط یک جانور آلوده به هانتا ویروس گاز گرفته شود، ممکن است به این بیماری مبتلا گردد. همچنین احتمال آلودگی به هانتا ویروس در مواردی که فرد بعد از حمله سطوح آلوده به ادرار، مدفوع یا ذرات بزاق جانور ناقل دست خود را به دهان یا بینی خود بزند میتواند به هانتا ویروس آلوده شود. در ایالات متحده آمریکا اشکال رایج هانتا ویروس که به نام جهان جدید شناخته میشوند میتوانند باعث بروز سندروم ریوی یا HBS شوند و نوع دیگری از این ویروس که به نام جهان قدیمی شناخته می شود و بیشتر در اروپا و آسیا رایج است، باعث بروز سندروم کلیوی یا HFRS می گردد. مردم غالبا در محیط های روستایی نظیر جنگل ها، مراتع و زمین های کشاورزی که مملو از جونده است به این بیماری دچار می شوند. علائم هانتا ویروس نیز عبارتند از خستگی، تب، دردهای عضلانی به خصوص رانها، کمر و باسن و گاهی اوقات شانه ها، احساس سردی، سردرد، استفراغ و شکم درد از دیگر علائم این بیماری هستند. بعد از 4 تا 10 روز از فاز اول آلودگی به هانتا ویروس، فرد با علائمی نظیر تنگی نفس و سرفه روبرو می شود و ریه هایش از مایع پر می شوند. یکی از افرادی که قبلا به این بیماری مبتلا شده و بهبود یافته، آن را با فشار حول قفسه سینه و بالش روی صورت توصیف کرده است. از میان افرادی که به این بیماری مبتلا می شوند، 38%شان جان خود را از دست می دهند. متشکرم که باز هم فارسی مدیا را انتخاب کردید. امیدوارم اطلاعات خوبی در رابطه با هانتا ویروس در اختیارتون گذاشته باشیم. شب و روزتون خوش.